سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. حسین رو داریم، بابک رو داریم، اومدیم راجع به مصاحبه‌ای که دلعلی کرد و دیگه خیلی ترکید، احتمالاً همتون هم خوندیدش، راجع به اون یه ذره صحبت کنیم ببینیم موضوع بچه‌ها چیه. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگولا رو بزنید که نوتیفیکیشن واسهتون بیاد. توی دیسکریپشن لینک اینستاگرام تلگرام ما هست، ترزمون هم هست، ترز بابک هم هست، اونجا ما رو داشته باشید و ما رو بسیارتون شیر کنید، کامنت هم بذارید، نظر خودتون راجع به این داستان بنویسید، دلش مخالفید موافق. همیشه با حسین شروع کنیم، دفعه با بابک. بابک چطوری؟ خوبی؟ خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید، همه بیننده هایی که آیتم ویدیو هم خوب باشن و یه دلعلی هم ایشالله حالش خوب باشه. خب منم امیدوارم خودت عطا جان، بابک و همه ویورهای ساکر پادکست حالشون خوب باشه و تو این شرایط سخت با این وضعیت اینترنتی که ویورها بهتر از ما درک میکنن، امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنن و بهمون انرژی بدن. حسین دو تا جمله طلایی داره، یکی وقتی میاد لایو میگه کیفیت صدا و تصویر مناسب، یکی هم وقتی آیتم داری میگه با این. این جمله رو قبلش گفتم دیگه. آره جمله قبل اینکه لایو شیم گفتم، کیفیت صدا بده. مصاحبه که کرد که حالا با تمام سختی‌هایی که تو بچگی کشیده بود، نمیدونم کار میکرده بود، نمیدونم چی میفروخته بود. ببین من خوندم مصاحبهشو، واقعا ناراحت شدم، خیلی دلم سوخت براش، اتفاقایی رو تجربه کرده که نباید تجربه میکرده. من احساس میکنم که راست گفته، چون دلیلی واسه دروغ گفتن نیست. اگه میخواست دروغ بگه میتونست خیلی مسائل دیگر رو بیاره وسط که شاید مورد اذیت واقع، یعنی نه اینکه مورد اذیت واقع بشه، منظورم اینه که انقدر خودشو اذیت شده نشون نده، ولی در صورتی که میتونه مشکل بزرگی هم باشه. به نظر من راست گفته و واقعا خیلی شرایط سختی رو تجربه کرده و با اینی که با این شرایط سخت تونسته خودش رو به رده‌های بالای فوتبالی برسونه و یه زمانی به عنوان واندرکید نمایش داده میشد تو پریمیر لیگ و گل‌های خیلی قشنگی میزد و اون زوجش با هری کین خیلی چشم نواز بازی میکردن، ولی خب میبینیم که از درون یه زندگی خیلی نافرم و ناجوری داشته که شاید هیچ کس تو دنیا آرزوی چنین تجربه‌هایی رو نکنه. خب من نمیگم دلعلی دروغ میگه، ولی نمیدونم، به نظرم این مظلوم نمایی که اومد بکنه، حالا به خاطر اینکه تو اورتون رفت خیلی نمایش خوبی نداشت، رفت بشکتاش اونجا بهش بازی نرسید، به نظرم یه سیاستی بود پشت این حرفاش که خب بتونه که دوباره خودشو برگردون رو فوتبال، چون دیگه الان خودمون میدونیم این داستانای رسانه ها و این جو رسانه‌ای که مثلا با یه جمله با دو تا جمله میتونه روت بیاد. مثلا به نظر من قطعا الان یه قراردادی حالا تو هر تیمی تو پریمیر لیگ سال دیگه دلعلی واسه خوش داره، نه اگه تو اورتون بمونه به نظرم میتونه برگرده دوباره تو 18 تا با این. نمیدونم، من دارم میگم تا زمانی که مثلا دلعلی رو اوج بود و همه چی اوکی بود و این داستانا، این تجربه سخت کودکی نبود، ولی الان که میدونیم دیگه واقعا به نظرم با بی‌مسئولیتی خودش بوده که به اینجا رسید. خود مورینیو همون حرفای معروفش هست که به دلعلی میگفت، حالا ممکنه که تاثیر داشته باشه 100%، نمیگم که مثلا اون کارو درست هست، این حرفو نمیزنم، ولی دارم میگم اینکه بیان این حرفو تو این تایم به نظر من دلیل نمیشه که این کارهایی که دلعلی کرده مثلا به این نسبت بدیم که خب به خاطر کودکی سختش بود و به خاطر این داستانا. به نظر من خیلی مواد مظلوم نمایی کنه که دوباره بتونه مثلا همون حرفایی که پوچتینو هم زد که دلعلی رو من دوست دارم احیا کنم و از این داستانا، به نظرم مظلوم نمایی بود. حالا حسین تو هم بگو. خب به نظر من حالا هر دو سایدشون شما صحبت کردید، چه اون ترحمی که اجتناب ناپذیره به نظر من، خب بعد از این صحبت ها 99% آدم ها خب دلشون به رحم میاد برای دلعلی، و از اون سمت خب عطا هم منچنان بیراه نمیگه و فوتبالیست های کمی رو کلن داشتیم که با زندگی راحت و مرفعی فوتبالیست شدن. یعنی مثلا کاکا توی برزیل انگشت شماره جز فوتبالیست هایی که حالا با خانواده پولدار به شهرت و فوتبال مثلا سطح بالا رسید، و کلا فوتبالیستا از اون زندگی حالا سطح پایینتر یا اون لول پایینتر اجتماعی میان، یه چیز اجتناب ناپذیره. همونجوری که مثلا حالا ارشیا اون جمله معروفو در روی زانتی گفت که لبنیات فروشی داشتن توی بچگی و اینا، این یه چیزیه که همیشه دیدیم. ولی خب عطا چیزی که هست این که آدما تو شرایط سخت تازه میان اون صحبت‌ها رو انجام میدن، یعنی مثلا تو شرایط اوجش دلعلی نیازی به گفتن این حقایق نداشت اگر دروغ نباشه، چون که مادرش تکذیب کرد دیگه، نصف مصاحبه تکذیب کرد که گفت حالا با ماشین توی نیجریه میرفته مثلا مدرسه راننده داشته و کلی چیز دیگه. ولی خب من به نظرم اگر تو اوج این حرف رو میزد، خب این قضاوت میشد که حالا که به اوج رسیدی داری میگه مثلا من زندگی سختی داشتم، حالا که مثلا توی دوران افتش این حرف رو میزنه باز خب این قضاوت میشه و
قضاوت شدن توسط مردم هم چیزی که همه انجام میدن و همه در هر لحظه در حال قضاوت کردن بقیه هستن و نمیشه جلوش رو گرفت. و چیزی که خوال گری نویل گفت تو ابتدای مصاحبه این بود که تو 12 ماه تا مثلا 18 ماه اخیر، یک سال و نیم اخیر، کسی خبری از دلعلی نداشت و این افت فاجعه باری که داشت یه دلیلی باید داشته باشه، یا اون دلیل حالا افت ممکنه فوتبالی و فنی باشه، ولی بیشتر حالا ممکنه افت روانی باشه که خب خودش هم صحبت کرده دلایلش رو توضیح داد. به نظر من دلعلی تصمیم شخصی بود که گرفت و جسارت زیادی هم می‌خواست این صحبت‌ها رو زدن دیگه، چون دیده همه ممکنه بهش فرق کنه بعد از این حرفا در آینده، بعد از این که مثلا از فوتبال هم خدافظی کنه ممکنه اون دیده فرق کنه به دلعلی، و به نظر جسارت زیادی میخواد زدن این حرف رو اگر تمامش حقیقت داشته باشه. باید قضاوت به مردم بسپاریم ببینیم تو کامنت ها نظرشون چیه درباره این حرفایی که دلعلی زد. هر دو سایدی که بابک و عطا گفتن به نظر من هم درسته هم میتونه درست نباشه. یه چیزی من میخواستم فقط بگم که فوتبالیست ها معمولا از شرایط سخت و رده اجتماعی پایین میان و خب حرفت هم کاملا درسته، ولی شرایط سخت مثلا اللحاظ اقتصادی با تجربه اینجور اتفاقات تو سن کودکی خیلی فرق میکنه. یعنی آره تو میتونی 99% فوتبالیستا معمولا از قشر اقتصادی پایین جامعه هاشون هستن، پول آنچنانی نداشتن و تو کوچه های خاکی و بدون کفش و اینا فوتبالیست شدن، ولی خب الان به یه مرحله رسیدن که وضع اقتصادیشون خوبه. ولی اینجور تجربه هایی که دلعلی ادعا میکنه که تجربه کرده رو هیچ کدوم تجربه بعید میدونم تجربه کرده باشه، بعد کلن آدم های زیادی تو دنیا چنین تجربه ندارن که شما هم به تعرض بشه هم بعد شروع کنی به سری کارهای غیرقانونی و بعد دوباره مشکلات روانی و غیره. و به نظر من کاراکتر قوی داشته که تونسته خودشو به اون سطح بالا برسونه باز هم، و دلیل واقعا هم میگم من دلیلی نمیبینم که دروغ بگه، چون بالاخره تو این دوره زمونه مخصوصا با اون باشگاه های سعودی که الان پولای زیادی میدن واسه بازیکنایی که اسم و رسمی دارن که یه ذره هم دوره افتشون هستن، این بعید میدونم مشکل تیم پیدا کردن یا مالی بخواد باشه این قضیه، و شاید اومده دلیل افتشو بگه. چون بالاخره اگه شما هم حتما میدونید که بالاخره انگلیسی ها همون جوری که یه بازیکنو خیلی میبرن بالا و هایپش میکنن، وقتی افت میکنه همون قدم میزنن تو سرشو قشنگ نابودش میکنن، از روش رد میشن، انقدر که بهش انتقاد میکنن، انقدر که حاشیه براش درست میکنن. و خود دلعلی هم تون باشه حاشیه داشت چند سال پیش که یه ویدیویی ازش منتشر شده بود، یه جایی بعد از اون رفت تو دوران افول فوتبالی خودش بعد از اون ویدیو حاشیه‌ای که براش ساختن. و من دلیلی نمیبینم که بخواد دروغ بگه این حرفا رو. حالا شاید یه ذره اغراق کرده باشه یه جاهایش رو، ولی اینی که دروغ بگه کلن این قضیه ساختگی باشه یا حتی 50% ساختگی باشه من فکر نمی کنم اینجوری باشه، چون من از روی اون بادی لنگویجش و اون احساساتی شدنش حین مصاحبهم معلوم بود که یه سخته براش توضیح دادن اینجور چیزا. فوتبالیستا بازیگر تلویزیونی نیستن که بتونن خیلی راحت شبیه سازی کنن اینجور شرایطو. اینجور صحبت های عامیانه ای هم نیست که بگی براش زیاد اتفاق افتاده و چون زیاد گفته میتونه به اینقدر راحت و با جزئیات بگه و ادامه بده. بخاطر همین اصلا فکر نمیکنم دروغ بوده و امیدوارم که بعد از این اتفاقای خوبی بتونه براش بیفته و جامعه ذره پشتشو بگیره. منم فقط دیدگاه خودم رو میخوام تو این آخر اضافه کنم به حرفی که بابک زد. منم به نظرم تو این روزگاری که حالا از سوشال مدیا اکثر فوتبالیست‌ها استفاده میکنن که خودشون حالا انسان کولتر و بالتری نشون بدن، حالا با استوری‌ها و پست‌هاشون و مصاحبه‌ای که انجام میدن، خیلی به نظرم مثلا احمقانه است یکی بخواد بیاد دروغ بگه همچین چیزایی، یعنی خودشو بخواد حالا خراب کنه جایگاه اجتماعیشو دید مردم نسبت بهش. و این حالا به نظر من از اون فشار روانی زیادی بود که بهش میومد، که همونجور که گفتی خب اون اوجه رو تجربه کرده بود با تیم ملی انگلیس با اسپرس، و الان که تو این شرایط بد قرار گرفته از تای قلب و از تای وجودشون صحبت ها رو انجام بده که مردم در جریان باشن که نباید خیلی از فوتبالیست ها رو صرفا به خاطر عملکرد داخل زمینشون قضاوت بکنیم و ما ممکن خبر نداشته باشیم که زندگی شخصیشون چه اتفاقاتی افتاده تا به اینجا برسن. و منم قبول دارم، من خودم احساساتی شدم موقعی که مصاحبهشو دیدم و حقو بهش میدم و به نظرم راست میگی، بازیگر نیست و خیلی
بعیده که دروغ باشه این حرفا. و این دروغ بودنی هم که ما مطرح میکنیم به خاطر حرفایی که حالا خانوادهش زدن، یعنی و اینو قبل از اون که همچه خبری اصلا نبود. بچه شما هم حتما نظرتون تو کامنت ها بنویسید. حالا ما به عنوان چند تا آدمی که مثل شما از بیرون داستان رو دیدیم، قطعا ما در جریان دیتیل های کامل و این داستان رو نیستیم، صرفا نظر و دیدگاه خودمون رو گفتیم. شما هم حتما بنویسید که حالا نظرتون چیه، آیا خب این مسائل اصلا تاثیرگذار هست نیست. مرسی از بابک حسین و لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن واسهتون بیاد، ما رو به دوستاتون شیر کنید، اینستاگرام تلگرام ترز ما رو داشته باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.